دهه آخر آمد، فرصت عمر. حیات انسان فرصتهای دارد که آن را چنین ذکر میکنند که اگر آن را غنیمت نشماریم آن دیگر باز نمیگردد. هر آینه الله سبحانه و تعالی برای انسان بسیار فرصتها و مراسمها را عطا کرده است که اگر آن را غنیمت بداند الله تعالی حسنات او را زیاده کرده درجهش را در آخرت بلند میگرداند. همچنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و به عطای رحمت پروردگار گرفتار شدند، زیرا الله تعالی رحمتی دارد که به آن هر کی را از بندگانش بخواهد داخل میکند. و از بزرگترین این فرصت ها این دهه آخری ماه شریف رمضان است که در آن شب است، آن شب قدر است و عبادت های این شب به هزار ماهینه عبادت برابر است. بنابراین اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهه آخر ماه رمضان زیاد می شود نظر به روزهای دیگری ماه رمضان. پس شخصی که می خواهد این فرصت را غنیمت بداند و به اجر و ثواب این روزها گرفتار گردد، بر او باد که از شهوات و کارهای دنیوی خود را دورتر بگیرد و به عملهای دست بزند که سبب نزدیک شدن به پروردگار و پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گردد. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر وقت که دهه آخر ماه شریف رمضان فرا می رسید شب را با عبادت سپری می کردند و اهلشان را از خواب بیدار می نمودند و کمرشان را محکم می بستند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. بنابراین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که شب زنده داری بکنیم و در این شبها نماز و تلاوت قرآن بکنیم و همسر و فرزندان خود را از خواب بیدار بکنیم. و اینچنین در این روزها سنت این است که در مسجدها اعتکاف بنشینیم و در طاعت الله سبحانه و تعالی باشیم، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم دهی آخر رمضان را اعتکاف می نشستند. حدیث و روایت امام بخاری و مسلم. زیرا این روزها دهی آخر رمضان خیلی ساعتهای کم است که در این روزها روزهای رحمت و مغفرت و آزادی از آتش دوزخ است. پس این روزها را غنیمت بدان، شاید که دیگر باز نگردد.